سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همینجور کوکتل تیوی. امروز اومدیم با قسمت دوم روسبی. حالا داستان چیه؟ تو این برنامه که روست بیوگرافی باشه، آرش لطفی عزیز میاد بیوگرافی آرتیست رو میگه و روستش میکنه و یکم با هم میخندیم و این داستان ها جنبه فان داره. قسمت اولش هم اومد که در رابطه با سهراب ام جی بود. این نکته رو جا داره بگم که خیلی ریاکشن ها باحال بود، کامنت ها باحال بود. حس میکردم که، یعنی انتظارم کمتر بود، حس میکردم میزان این درک این کمتر باشه، که اما خیلی بیشتر بود. لذت بردم. مرسی از فن سهراب ام جی که خیلی ها نمیشه بودن فن سهراب ام جی، ولی باحال بود و آفرین به همتون. چون این یه شوخیه دیگه، میدونی، یه سری حواشی و داستان، یعنی تایید نمیشه تو این بازی چیزی، تو این برنامه چیزی تایید نمیشه در رابطه با یه سری چیزایی که هست میشنویم از این برون بر. یه شوخیای میشه و صرفا جهت خنده است، واسه اینکه دوره هم یه به هر حال فانی داشته باشیم و بگیم بخندیم دیگه، همین. و این اتفاق دیگه قرار نیست بیفته. تو این قسمت هم راست کیو داریم؟ اشکان فدایی. و حالا به ترتیب، چون بعضی کامنت گوشی بودن ببینیم مال اینو میره، اینا مال همه رو میریم به ترتیب، چون یه نگاه فان باحالی داره آرش لطفی عزیز و خیلی باحال اینو میبره جلو. یه دید جالبی داره و قصدش هم اصلا نه تخریب نه هیچی، فقط میخندیم دوره همو. به هر حال یه سری فکت ها هم میگه دیگه، مثل تعداد موزیک و فلان و اینا، که اونها رو هم با حالت فان میگه که به هر حال دوره هم دقایق خوبی رو داشته باشیم. اسم کنم دارم زیادی توضیح میدم، اما دم آرش عزیز گرم. لینک های آرش توی دیسکریپشن هست. همچنین اگه با کانال حال میکنید یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، خوشتون اومد دیسلایک کنید، نظرتون هم توی کامنت ها بنویسید. برو که با هم قسمت دوم روست بیوگرافی رو داشته باشیم. آرش لطفی اینجاست با روست بیوگرافی فدایی. میگه خوبا دین دارم مثل فردین، جیمز دین، هنرمندی ریدین، اکبر عبدین، جنایی دایر از فدایی، عدد پی، نمیدونم شده طرف کی، بدون منم که مسئله کی. اشکان فدایی ملقب به فدایی، لقبش فامیلیشه. متولد آذر 69 تهران، بچه پیروزی. فدایی عضو گروه ملتفت هستش که تمرکز اصلی این گروه توییتره. نره دیگه، خیلی بخوام پرکار باشن کلاب هاوس هم آنلاین میشن. چیرز. اشکان قبلا به خودش لقب کوین 69 رو داده بود، چه خدا رو شکر بیخیال اون لقب میشه. و همونطور که میدونید دیس حسین به اسم کیو 69 اشاره به همین لقب داره. از القاب دیگه فدایی میشه به یاقی، گلادیاتور، گدایی، گارسون و سگ سروش اشاره کرد، که طبیعتا این ست آخری ها رو هیترا بهش دادن، چون من بعید میدونم کسی خوشو گدایی صدا کنم. گدایی هم گلادیاتور ادبیات مثلا. ها؟ در رابطه با گارسون بودنم که مثلا نمیفهمم چرا باید یه نفر به خاطر شغلش مسخره کنیم. چون برها تو رپ فارسی شما هر کاری بکنی چیز میگن، میگن فمینیستی، یوتیوبری، املتی، گارسونی. آقا پول توش نیست، شغل دوم نیازه، پول توش نیست. چیرز. فدایی اولین آهنگ رسمی خودش رو در سال 88 درست در بهبهه تظاهرات داد. یعنی شما ببین اون تظاهرات رو ببینی، مگه میشه آهنگت نیاد؟ تازه شانس آوردیم با خانواده دعواش نشده بود و یعنی راحت یه آلبوم داده بود. کوین؟ اسم اولین آهنگ فدایی ایران ایران بود، که ما از همینجا متوجه میشیم فدایی خیلی برای انتخاب اسم وقت نمیذاره. کوین 69 ایران ایران، چی کار داری میکنی؟ چیز. اشکان استعدادی بودش که توسط مهدیار کشف شد و به حدی مهدیار فدایی رو قبول داشت که هر وقت که تو توییتر نبود میگفت فدایی قویه، دوباره برمیگشت تو توییتر. آهنگ بعدی که از فدایی منتشر شد به اسم وایسا لاشی بود. میخوای من اسم انتخاب کنم؟ که این آهنگ باعث بیشتر شنیده شدنش شد. در تاریخ 22 آبان 1391 آلبوم فدایی به اسم عدل منتشر شد که بازخورد خیلی خیلی خوبی داشت و میشه ازش به عنوان یکی از قوی ترین آلبوم های تاریخ رپ فارس یاد کرد، که از معروف ترین آهنگ های آلبوم میشه به چی شنیدی و 80 اشاره کرد، که من فکر میکنم تو این آلبوم مهدیار تو انتخاب اسم خیلی کمک کرده. دمتون گرم.
خط فکری فدایی خیلی پیچیده نیست. همه وصلن. حتی من و شما. حالا به چی وصلیم فدایی بهتر میدونه. و تنها کسی که نظر فدایی وصل نیست، سروش هیچ کسه. که واقعا هم وصل نیست. یارو 10 سال پیش آهنگ داده. کجایی؟ چرا وصل نمیشی؟ از اینجا به بعد دیگه فدایی کلا آهنگ نمیداد، فقط دیس میداد. یعنی اصلا میرفت میرسید میدید دو نفر دیگه دارن دعوا میکنن، رندوم به یکیشون دیس میداد. که این دیس و دیس بازی ها با آهنگ همصدا شروع شد. یعنی فدایی اومد یه آهنگ داد به اسم همصدا، دیس به کل رپ فارس بود. رضا پیش رو اومد با مغز رپ جوابش رو داد که همصدا قوی تر بود. بعدش ترک های جنایی، افراطی و هزار تا مظنون اومد. شاید الان با خودتون بگید اینا که دیس نیست. عزیزم اینا دیس به حکومته. دیگه اونا دیس بک نمیدن به من چه؟ دوق. جالبیش اینجاست که این چهار تا ترک توی 6 سال اومده. واقعا شرمندمون کردی. اجازه بده. چیرز. یکم از این ماجراها گذشت که زد بازی دیس یخو داد. وقتی که ترک یخ اومد، دیس بهش کس بود. ولی دیس بک و فدایی داد. اونم 2 روز بعد. یعنی من فهم میکنم فدایی مرخصیاشو نگه میداره تا زمانی که یکی بهش دیس بده تا بتونه سریع جواب بده. بعدش اومد به حسین دیس داد و حسین هم دیس بک داد. بعد فدایی گفت چی؟ دوباره دیس داد و حسین دوباره دیس بک داد تو همه پلتفرما، اینستاگرام، آهنگ، توییتر و غیره. ولی تو کلاب هاوس خوبن، اون تو خوبن، اون تو صلحه، خاک مشترکه. دیس های فدایی عموما یا تو استدیوه یا پشت بومه. چون شما مثلا فکر کن تو خونت نشستی واد بغلیت فداییه، بعد هر روز مثلا عصر داری که دیس میکنه، داد میزنه، آزاردهنده است دیگه. میره پشت بوم که البته دمش گرم و فیلم بردار هم داره. و الان هم که همه مخاطبای فدایی و ملتفت منتظر آلبومشن که تا الان خیلی عقب افتاده، که من ولی خودم شخصا فکر میکنم دو سه تا ترکش آماده هستش. چون شما ببین یه دونه دیس به زد بازی، یه دونه به حسین، یه دونه مثلا بگیریم کلا رپ فارسی، دو سه نفر دیگر رو گیر بیاره بتونه دیس بده، آلبوم میاد و همه کیف میکنیم. و البته این نکته هم بگم، چیزی که بر هیچ کس پنهان نیست، قدرت قلم خیلی خفن فداییه. امیدوارم موفق باشی. خب بچه‌ها اینم قسمت دوم روست بیوگرافی بود، امیدوارم دوست داشته باشید و فراموش نکنید این موضوع رو که ما جنایی نداریم، صرفا داریم شوخی میکنیم و سعی میکنیم توی مارکتی که خیلی مخاطب داره این کانتنت متفاوتی تولید کنیم. یادتون نره اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید و برای حمایت از من چنل یوتیوب ما سابسکرایب کنید. خیلی متشکرم، فعلا.